برای در یک معیار نگاه داشتنی گماغلابین در ارگانیزم ساکینی ناحیه جانبای مفتون جرقلو و هر ماه باید خون گیرد. این حالت 14 سال باز دوام دارد، یعنی میتوان گفت هنوز از دوره طفلی. سبب اساسی باشد گرفتاری با بیماری ارسی تلاسمی است، یعنی در ارگانیزم ویران شدنی ساختار و وظیفه گماغلابین. طبق فکری مادری دخترک، اگر در وقت معین با مفتون خون گذرانیده نشود، احوال او خیلی بد میگردد. در نتیجه درجه گماغلابین او پست شده با کمخونی می آورد. یکی از عامل های اساسی پیدایش این بیماری ازدواج نزدیک خویشاوندان بوده، فرزندان این گونه آیله ها با بیماری تلاسمی به دنیا می آیند. طبق معلومات ها هر سال در مملکتمون تقریبا 10-12 نفر گرفتاران این بیماری به قید گرفته شده، در مجموع در رویخط دیسپنسری 202 نفر بیماران تلاسمی می ایستند. شماره زیادی گرفتاران این کسلی بسیارتر در ولایت های سرخندریا، قشقدریا، بخارا، سمرقند و از همه کم در جمهوری قرقلپاقستان و ولایت سردریا به نظر می رسد. همه بیماران از کودکی معیوبی داشته نفقه می گیرند. از این رو چند پیش در ازبکستان در ولایت سمرقند باری اول در نزد مرکزی طبی کودکان شفاخانه سرساخه ولایت بهری کمک به گرفتاران این بیماری و آیله های کم بزاعت خزینه تلاسمی تشکیل کرده شد. تلاسمی کسلی کشکتین دوتا فرزند خودم هم کسلی نکایگی. این فونده که شده گمو با بچه خودم اول ترد که شد. موزا گرانیت با لیچینی با بروردنی شده. اول ازبکستان با فون تشکیل کدن یکی فوند با ازو شدن در کور بوده است. ازبکستان با این فوند نبود. ما خجینم که همین فوند خودم رو تشکیل کدن با دخترم یوردمشون کلون شد. این فوند خدا خواهد نصیب باشد همین تلاسیمی کسالاشکی کسالانی که اگه بچه چوبه یوردمو شد. خونمو خیلی بیس قوتنی بودن که دورو دواش هست. اینو از اگرینسه برده پست نموزگ اپیراتی شد. اوی اندشت با نمین اپیراتی با لیچینیو با دوری یک تا دادن با یاردن موشد. در مراسم افتتاحی آن شفاکاران، گماتولوگ ها، اندکرینولوگ ها، پروفسوران و عالمان بسیار از تمام ولایت های جمهوری اشتراک کردند. در بسیار کشورها تشکیلات های جمعیتی، خزینه ها، اتحادیه ها تاسیس یافتند. اینچنین خزینه بین المللی تلاسمی نیز تشکیل کرده شده است، میگوید دلارا سلیمانوا، رهبری مرکزی کمخونی پژوهشگاه تحقیقاتی گماتولوژی و خونگذرانی. وظیفه ما این است که با این همه خزینه ها همکاری را براه مانیم، تجربه عوض کنیم و از همه مهمش با بیماران کمک طبی و مالیوی رسانیم. تا سال 2015 در ازبکستان برای تبابت تراپی خیلاتاری یگان مواد دفرازیروکس موجود نبود. 5 سال پیش حکومت جمهوری و وزارت تندرستی با خریدن این دارو و تامین همه بیماران تلاسمی شروع کردند. این دارو آهنی زیادتی را از بدن اخراج کرده با این وسیله رواجیابی مسیدروز را نیز پیشگیری می کند. از این رو معیوبی و فوت را در کودکی پیشگیری می نماید. تشبسکاری اساسی تشکیل خزینه تلاسمی در سمرقند شهروند فیروز دورانوف می باشد که از مشکلی تبابت این بیماری کیها باز خبر دارد. 10 سال مقدم او تمام مال و ملکش را برای تبابت فرزندانش صرف کرده است تا اینکه آنها سری وقت از بیماری تلاسمی تبابت گیرند. با گفتی کارشناسان در یک سال برای یک بیمار ارزش یک کرسی تبابت 40 میلیون سوم را تشکیل می دهد. من بعد با کمک و دستگیری خزینه نو تاسیس یافته فرزند فیروز دورانوف و دیگر بیماران تلاسمی می توانند نه تنها خون بلکه دیگر نمودی کمک طبی را رایگان یعنی بی پول گیرند. عین حال با مرکز خونگذرانی شرطنامه بسته شده است تا به بیماران به طور بی پول خون داده شود. اگر پیشتر بیماران برای یک جریان خونگذرانی 130 هزار سوم می دادند، اکنون آنها پول پرداخت نمی کنند. کمک از حساب سرپرستان عملی می گردد. ما اینچنین نیت داریم که در آینده 5 فیلیال خزینه تلاسمی را تشکیل کنیم. این خزینه ها در همان منطقه های جمهوری تاسیس داده می شوند که در آنها بیشتر بیماران مشاهده می شوند. اینها در ولایت های سرخندریا، قشقدریا، بخارا و سمرقند و اینچنین در شهری تاشکند می باشند. طبق فکری شفاکاران برای کودکان گرفتاری تلاسمی یا نگاه داشتنی درجه گماغلابین در ارگانیزم و با یاری داروی مخصوص اخراج کردن آهنی زیادتی از
بدن، انیخترش گزارانیدن تراپیه خلاتیکی در این جریان خیلی مهم است. تبابت دائمی و یک عمری تراپیه خلاتاری در یک جایگی با گزارانیدن خون دانورها به بیماران تلاسمیه، عمری دراز و پره را تا پیری، رشد معتدل جسمانی و جنسی و صفت خوب حیات را تامین می نماید. بیماران می توانند تحصیل گیرند، کار کنند و صاحب آیله و فرزندان شوند. در خاتمه چاره‌بینی برنامه کنسرتی به دقت جمع آمدگان حواله کرده شده و اشتراکچیان خردسال تحفه ها و شیرینی ها نیز داده شد.